سلام جمعه 13 آذر 94 4 دسامبر 2015 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی پیشین کانون سنفی معلمان در اعتراض به حکم حبس نه سال که به او دادند و به قول او در نامه ای که نوشته ظرف نیم ساعت به همین سادگی قاضی گفتش که 5 سال حبس و چهار سالم تعذیری 9 سال حبس از پنجم آذر ماه دست به اعتصاب قضا زده او در نامه خودش نوشته من 25 سال تعلیم و تربیت بچه های این مملکت رو به عهده داشتم و در این راه زحمت کشیدم و انتهاش اینطور در زندان برای حقوق سنفی معلمان و 9 سال حبس 130 مستند ساز در نام ای از کیوان کریمی مستندسازی که از مهرماه به زندان افتاده امضا کردند خواستار آزادی او شدند او اتهامش توهین به مقدساته و 6 سال زندان و 223 ضرب شلاق در دادگاه بدوی محکوم شده که در شعبه 54 دادگاه تجید نظر اگر تأیید بشه کیوان راهی زندان و اجرای حکم شلاق باید بشه لگام در واقع ده 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 کمپین لغو گام به گام حکم اعدام بیانیه ای رو صادر کرده در محکوم کردن حکم سنگسار در افغانستان و خواستار این شده که این حکم وحشیانه و قرون وستایی در نه در افغانستان و یا ایران بلکه در همه دنیا متوقف بشه همینطور اعدام دادستان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم بیانیهی صادر کرده خطاب به قوه قضاییه و در اون خواستار این شدن که قوه قضاییه با اخلالگران در نشستهای سیاسی برخورد بکنند و همینطور نهادهای مختلف به خصوص نهادهای انقلابی به قانون احترام بگذارند اشاره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به درگیری هایش که در قرچک ورامین یا اتفاق افتاد و به اعضای این اصلاح طلب که برای سخنرانی رفته بودند حمله کردند از سوی تندروها اجازه صحبت ندادند حتی در یاسوچ جوانی چاقو خورد در دفاع از سخنران و همینطور اشارهشون به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که اطلاعات سپاه عامل اصلی این برخورد و دستگیری ها و همینطور هم لباس شخصی ها و بسیج که به سپاه متصل هستند در سردشت سروی عبدی دانشجوی دانشگاه پیام نور با نامزدش سامان ابراهیم پور و برادرش علی عبدی بازداشت شدن و تا این لحظه از علت بازداشت مکانی که این نفر را منتقل کردند اطلاعی در دست نیست در دانشگاه اورمیه هم نشریه آیدین توقیف شده لغوه امتیاز شده و علی حقی صاحب امتیاز این نشریه عنوان کرده که وقتی پیگیری کرده که چرا لغو شده این امتیاز به او گفتند که برو دستت به هر جا میرسه بگو این نشریه تنها دو شماره منتشر شد موضوع دوم این که لندن دنبال آزادی کمال فروغی شهروند بریتانیایی است که چهار ساله در ایران به اتهام جاسوسی در زندانه و فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا گفته که در این خصوص با آقای روحانی هم صحبت کرد کنگره امریکا هم به خصوص اعضای مجلس نمایندگان از کمپینی دارن حمایت می کنند که در ایالت های امریکا تا کنون سی ایالت امریکا ایران رو تحریم کردند و گفتند که هم منابع اون ایالت و هم امکاناتی که به کمپانی ها احتمالا در ایالت میدن اگر با ایران همکاری کنن قطع خواهند شد و کنگره اعضای کنگره دارن سعی میکنن که این رو به هر پنجاه ایالت, ایالت امریکا تسری بدن آقای عمر البشیر رئیس جمهوری سودان هم اعلام کرده که فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی ایران رو ممنوع کرده در کشور سودان محدود کرده و به سعودی اعتلافی که به ریاست عربستان سعودی تشکیل شده پیوسته و 1500 نفر هم نیرو به یمن اعزام کرده زمانی همین آقای عمر البشیر روابط خیلی خوبی با تهران داشتند ولی الان به دلیل دخالت ایران در کشورهای عربی این رابطه به تیرگی گراییده و سودان به عربستان نزدیک شده موضوع سوم اینکه یونیسف سازمان کودکان سازمان ملل اه اه عنوان کرده که غرق شدگان پناهجو در دریای اژه یک سومشون کودک بودن آقای کری و آقای لاروف با همدیگه دیدار کردند و توافق نهایی کردند که در نشست بعدی وین تمام مخالفین سوریه شرکت کنند البته احتمالا به استستای داعش و گروه های مثل احرار و شام یا النصره باید دید که چه لیستی بیرون خواهد اومد آقای پوتین در صحبتی که اخیرا در دومای روسیه داشته ترکیه رو تهدید کرده و گفته که واکنش روسیه فقط اقتصادی نیست که تا الان نشون داده و در واقع به نوعی تهدید به جنگ کرده اما متقابلا آقای اردوغان هم ادعاهای روسیه در مورد دخالت داشتن خودش و خانوادش در فروش نفت داعش رو تکذیب کرده و گفته ما اطلاعات داریم که یک نفر سوری با پاسپورت روسی این کار رو میکنه و نفت داعش رو هم به خود دولت سوریه میفروشه وزارت دفاع امریکا از آقای اردوغان دفاع کرده و اتهام دخالت او و خانوادش در فروش نفت داعش رو بی اساس و دور از ذهن خونده اما آقای پوتین در همین نطخ دومای خودش از سازمان ملل هم خواسته تا در رهبری مبارزه با تروریزم قرار بگیره اما موضوع آخر اینکه در همین نطخ آقای پوتین جالبه که یاد خدای مسلمان ها یعنی الله افتاده و گفته که الله تصمیم گرفته ترکیه رو مجازات بکنه احمد خاتمی امام جمعه تهران هم فرمودن که آقای پوتین در ملاقات با همه رهبران دنیا اخ میکنه ولی در مقابل رهبر ایران دست روی دست بوده و با خنده و گشاده روی صحبت می کرده و ایشون گفته خداوند ما باید شکر بکنیم برای داشتن یک همچین رهبری جناب آقای جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری هم فرمودن که رهبری در حال حاضر دارند همه دنیا رو هدایت می کنند اندکی صف نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی